و مهمات ما هم رو به اتمام بود و حلقه محاصره آنها تنگتر و تنگتر می شد، تا وقتی که من بر بالای دیوار ایستاده بودم که یک باره پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتند بله، آقای خمینی اعلامیه ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحیه خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگری رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم، که یکی از اونها بیمارستان بود که 25 نفر شهید شدن، دیگری فرودگاه بود و دیگری کوه بلندی بود که بر ژاندارمری سیطره داشت و تمام اینها به دست دشمن افتاده بود. ولی بعد از بیان آیت الله خمینی، نیرو آنچنان زیاد شد که من 5 نفر رو، فقط 5 نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن و این 5 نفر با دادن 1 شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف در آوردن. و بعد از تصرف این کوه که ژاندارمری رو از محاصره اونها نجات دادیم، تصمیم گرفتم که فرودگاه رو هم به تصرف در بیاریم، چون تیمسار فلاحی به من تلگرافی فرستاده بود که نیروهای زیادی در کرمانشاه آماده پرواز به پاوه هستند و بنابراین فرودگاه رو ما باید به تسخیر در بیاریم. 3 گروه جنگنده رو معین کردم که در هر گروه 1-2 نفر از پاسداران و بقیه از اکراد محلی بودند که اینها از 3 نقطه مختلف به فرودگاه حمله کنند. و به اونها گفتم که از این دره اول که گذشتید در بلندی های در تپه های دوم متوقف بشید. دوستان ما آنچنان حمله بردند که نه تنها از دره اول، از دوم و سوم هم گذشتند و به دهی که اون طرف بود رسیدند که در اون درگیری با تاقیان اون ده یکی از دوستان ما دوباره در اونجا شهید شد. در حال فرودگاه هم به تصرف ما در آمد و بیمارستان هم بدون هیچ تلفاتی باز به تصرف دوستان ما در آمد و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه های مختلف وارد شهر شدند. بنابراین می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند. و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو به عقب بزنیم.